نکاهنگ کوسر تحلیلگر حوزه آب همراه ما هستن خیلی خوش آمدین آقای کوسر ما دوباره یک مواجه هستیم با یک طرح آبرسانی این بار از خلیج فارس به یزد چقدر این طرح شیرین کردن آب دریا و انتقالش به شهر کبیری مثل یزد قابل اجرا هستش و به نظر شما در صورت اجرا چه پیامدهایی خواهد داشت برای محیط زیست برای من ببینید طرحهای آب شیرین کن که در خیلی از کشورهای دنیا داره اجرا میشه کاملا قابل اجراست در خود ایران هم در خلیج فارس ما چند کارخانه آب شیرین کن رو از سالهای پیش داشتیم که آب کمی رو در حقیقت شیرین میکردن اما مسئله این هست که آسیبی که به محیط زیست میرسه اینجا زیر سوال میبره این کل رو از یک طرف خود آبشیرین کردن فرایندی هست که هم باعث میشه بعضی از گونه های ریز جانوری عملا کشیده بشن داخل سیستم آبشیرین کن و جان میلیون ها ماهی و جاندار ریز از بین بره این از یک طرف دو. ترکیبات شیمیایی که استفاده میشه در روند آب شیرین کردن و نمک زدایی اونها آسیب میرسونن به اکوسیستم ها و سه آب شوری که حاصل از آب شیرین کردن هست یعنی بیش از نیمی از آبی که گرفته میشه تر بر به صورت آب شورتر برمیگرده به دریا با حرارت بیشتر این باعث آسیب رساندن به در حقیقت اون اکوسیستم ها میشه خلیج فارس در طول این چند دهه به خاطر آب شیرین که کشورهای عربی مثل قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات داشتن شرایط بدتری پیدا کرده و باعث شده که بسیاری از جانداران دریایی مثل مرجان ها و بعضی از انواع جلبک ها و میکرو ها از بین برن حالا جمهوری اسلامی که الان اضافه شده به این رقابت شرایط رو تر خواهد کرد و الان توجیه خیلی این هست که چون کشورهای عربی این کار مدت خاص کردن ما هم بایستی در تخریب محیط زیست با اونها رقابت بکنیم به جای اینکه بیان در محدوده دریای عمان که از نظر تعریفی یک دریای باز هست برخلاف خلیج فارس که عملا یک دریای عمیقه که آب توش پیشروی کرده اونجا میتونستن آب رو شیرین بکنن آب رو منتقل بکنن مطابق بهتر بود که منتقل نکنن خود توسعه رو در ساحل مکران انجام بدن که باعث بشه وضعیت مردم سیستان و بلوچستان هم بهتر بشه اون هم با انرژی های پذیر. چون سوختی که داره استفاده میشه برای این آب شیرین کردن و انتقال به فلات مرکزی یعنی 2000 متر آب رو باید منتقل بکنن و بعد برسونن به فلات مرکزی که ارتفاع پایینتری داره این باعث میشه که اون آب حاصل استفاده از سوختهای فسیلی باشه و هم حرارتی که تولید میشه و هم گازهای گلخانه که ایجاد میکنه اثرات منفی داره و هزینه اون آب که میتونست خیلی پایین باشه در کنار ده خلیج فارس یک و نیم دلار برای متر مکبه ولی تا برسه به محدوده یز میرسه به حدود سه تا چهار دلار و این رقم بسیار بزرگه ولی راهکارهای دیگر موجود بود آقای حال حالا با توجه تمامی انتقادات و ایراداتی که طرحهای آبرسانی از این دست کارشناسان مطرح میکنند جمهوری اسلامی چه اصراری داره که این طرحها رو اجرا بکنه ببینید مجموعه هست در جمهوری اسلامی که قبلا به عنوان مافیای آب میشناختیم کسان و یا نهادهایی که در شرکت های پیمانکاری در شرکت های مشاور و یا در دانشگاه ها بودند و نقشی میتونستند داشته باشند در شکل گیری پروژه های گران قیمت مثل سدسازی و انتقال آب بین حوزه ای الان به دلیل اینکه ساختن سدهای جدید یک کمی سختتر شده و طرح انتقال آب هم بسیار طولانی هست راه جدید پول درآوردن پروژه های آب شیرین کن و انتقال آب هست. حالا کار ندارن که آثار محیط زیستی چقدره چون قیمت این پروژه ها بسیار گران هست یعنی پروژه فعلی نزدیک سه میلیارد دلار هزینهش خواهد بود پروژه بعدی که در میخوان از آب دریای عمان آب رو منتقل بکنن به خراسان جنوبی و خراسان رضوی ولی باز توسعه سیستان و بلوچستان خبر چندان ازش نمیشنویم اون هم میلیاردها دلار توش پوله به عبارت این پولها کسانی که در این مجموعه مافیا هستند میان این پولها رو خرج این پروژه ها میکنن بعد فرزندان خودشون رو میفرستن به آمریکای شمالی به در کانادا و کشور رو نابود میکنن میگن چون کشور دیگه جایی برای زیست نیست در حقیقت محیط زیست رو از بین میبرن ولی محیط زیست فرزندان خودشون رو در خارج از ایران قرار میکنه.